داستان زن شهوتی دهقان و مرد بقال، حکایت زن هوسباز دهقان و انبار دکان بقالی. در روزگاران قدیم دهقان متدین و با شرافتی زندگی میکرد. زن دهقان اما تابع هوا و هوس خود بود و شهوترانی میکرد. روزی دهقان تکه طلا به زن داد تا به بازار ببرد و به جای آن برنج بخرد. زن که به بقالی رسید با ناز و کرشمه وارد دکان شد و تکه طلا را به او نشان داد و گفت به جای زر به من برنج بفروش. بقال که این همه ناز و کرشمه را دید فهمید که مزاج زن چیست و ذاتش به دنبال چیست. برنج را کشید و در گوشه چادر زن جای داد و به او گفت ای خاتون، من دلبسته ظرافت تو شدم و از ملاحت تو کامم شیرین شد، پس به انبار دکان بیا تا به تو شکر هم بدهم، چرا که برنج بدون شکر غذای نامتعادل و طعام ناتمام است. زن گفت بهای شکر ندارم. بقال گفت از تو شکر لب بهایی نمیتوانم بخواهم، هر کس که لب شیرین تو را مزه کند به شکرانه آن هزار بار جان شیرین را فدا می کند. پس لحظه‌ای به انبار من بیا تا کام تلخ من با لب شیرین تو آشنا شود. زن گفت تو خود انبار شکر داری، لب من رو چرا می خواهی؟ بقال گفت مرا لبان تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا وصال تو باید، خبر چه سود کند؟ و از آنجایی که درهم تسکین دهنده استرس و دینار کلید مشکلات است، زن وارد دکان شد. بقال به او شکر داد. زن برنج و شکر را به چادرش بست و به خلوت رفت. بقال شاگرد چموشی داشت که بیباک و ناجوان مرد بود. پس وقتی دید که بقال و زن هر دو به عشرت مشغولند و از چادرش غافل شده، گوشه چادر را باز کرد و به جای برنج و شکر کیسه خاک گذاشت. چون خلوتشان به پایان رسید، زن با عجله از دکان خارج شد و به سمت خانه رفت و چادرش را به دهقان داد. دهقان گوشه چادر را باز کرد، کیسه خاک را دید و پرسید ای زن، این خاک چیست؟ زن که خاک را دید با عجله به خانه دوید و غربال بزرگی آورد و شروع به غربال خاک کرد. دهقان با تعجب پرسید ای زن چه میکنی؟ زن گفت وقتی در راه بقالی بودم، شتری که مهار بریده بود به سمت من دوید و از من گذشت. طلا از دستم افتاد. هرچه گشتم زر را نیافتم. پس خاک آن قسمت را جمع کردم تا غربال کنم و زر را بیابم. مرد که این سخنان را شنید، اشک در چشمانش جمع شد و گفت لعنت بر آن زر، تکه دیگر طلا بگیر و با آن برنج بخر. خب دوستای عزیزم، این قصه هم همینجا تموم شد. حتما منو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید.